با سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، خدا کنه که خوب و صحتمند باشین. با سه خبر مهاجرتی از امریکا، بلاروس و پاکستان در خدمت شما دوستان عزیز هستم. امید است که تا آخر اخبار با ما باشین. خبر اول از امریکا که در این خبرنامه منتشر شده است و گفته شده است که امریکا همچنان برای پذیرش و اسکان پناهجویان افغانستانی کار میکند. دولت ایالات متحده تصمیم گرفته است که مهلت برای ثبت نام اولیه پناهجویان را تمدید کند. این تصمیم به عنوان پاسخ به وضعیت بحرانی که در افغانستان به وجود آمده است اتخاذ شده است و به پناهجویان بیشتر زمان برای انجام مراحل ثبت نام و دریافت وضعیت اقامت دائم در ایالات متحده می دهد. این تصمیم از سوی دولت ایالات متحده باعث شده است تا بیش از 24,000 پناهجویان افغانستانی که قبلا به ایالات متحده وارد شده اند بتواند در این فرایند شرکت کنند. این خبر نشان می‌دهد که دولت ایالات متحده به عنوان یکی از کشورهای پذیرنده پناهجویان افغانستانی به ادامه و گسترش فرایند پذیرش و اسکان آنها می‌پردازد. این تصمیم نیز نشان می‌دهد که دولت ایالات متحده به وضعیت بحران در افغانستان توجه دارد و در تلاش این است که تا افرادی که در این بحران تحت تأثیر قرار گرفتند را حمایت کنند. خبر بعدی از بلاروس. در یک فرودگاه در بلاروس یک مرد افغانی با گذرنامه فرانسوی تقلبی دستگیر شده است. این مرد 19 ساله بوده و در حالی که به قصد سفر به سوئد بود توسط مقامات امنیتی بلاروس متوقف و دستگیر شده است. بر اساس گزارش ها این مرد دو بار قبل از این با گذرنامه تقلبی وارد اروپا شده است. در این خبر چندین موضوع مهم وجود دارد. اول این که استفاده از گذرنامه تقلبی جرم است و میتواند منجر به دستگیری و محاکمه فرد شود. دوم این که تردد در کشورهای مختلف با گذرنامه تقلبی بسیار خطرناک است و ممکن است منجر به تبعیض و ناراحتی شدید شما و دیگران شود. در نهایت این خبر نشان می‌دهد که مقامات امنیتی در سراسر جهان با استفاده از فناوری و تکنولوژی برای حفاظت از حدود کشورشان در برابر ورود غیرقانونی افراد و مواد کار می کند. و خبر بعدی از پاکستان است. به دنبال حملات ضد افغانی در پاکستان و اعتراضات خشونت آمیز در برابر سفارت افغانستان در اسلام آباد، پناهجویان افغانستانی در پاکستان نگرانی خود را در برابر امنیت خود بیان کرده اند. بسیاری از پناهجویان در پاکستان به دنبال تحصیل کار به این کشور پناه برده اند و با توجه به وضعیت پیچیده در افغانستان بسیاری از آنها نمیتواند به وطن خود بازگردند. با این حال آنها در پاکستان با مشکلات امنیتی روبرو هستند، بخصوص در زمانهایی که شدت اعتراضات ضد افغانی در پاکستان افزایش مییابد. این خبر نشان میدهد که پناهجویان افغانستانی در پاکستان به خاطر افزایش اعتراضات ضد افغانی در این کشور نگرانی خود را بیان کرده. این نگرانی درباره امنیت خود بخصوص در زمانهایی که تنش بین دو کشور افزایش مییابد قابل درک است. همچنین این خبر نشان میدهد که وضعیت پناهجویان افغانستانی در پاکستان همچنان نگران کننده است و نیاز به توجه بیشتر و حمایت از آنها دارد. تشکر از اینکه تا قسمت ویدیو با ما بودین. برای اخبار مهاجرتی لطفا کانال امروز سابسکرایب کنیم. ما کوشش میکنیم که آپدیت ترین و بروزترین معلومات مهاجرتی را همراه شما به اشتراک بگذاریم.